بردی افشین همکارم اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. اول برای ما بگو که چه واکنش هایی بوده به همین جلسه روز اول این دادگاه. میدونیم چه مخالف چه موافق این اقدام با دقت این جلسه رو دنبال کردن در سطح بین المللی، مثلا کسی مثل آنالینا بربک وزیر امور خارجه آلمان که این اقدام رو غیر ضروری دونسته بود، گفته بودش که کشورش با دقت مطالعه میکنه. بعد بقیه حامیان اسرائیل هم همینطور، حامیان فلسطینی این رو اتفاقی تاریخی خوندند و همونجا هم که انتظار میرفت اسرائیل واکنشی شدید و لحن نشون داده بهش. وزارت امور خارجه اسرائیل که به قسمتش اشاره کردی واکنش شدید و لحنی به این اتفاقای روز جاری اشاره داشته، ضمن اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه از این گفته که این روزی که خیلی اون رو تاریخی خوندن، اینو بزرگترین دورویی و استانداردها و معیارهای دوگانه داشتن در تاریخ دونسته و اون چیزی که مطرح شده اینجا رو پر از سراسر دروغ خونه. و همینطور مثلا ایتمار بنگویر وزیر راست افراطی وزیر امنیت ملی اسرائیل این رو سراسر دروغ پست خونده. این انتظار میرفت که از اسرائیل که اینجوری واکنش نشون بده، ولی با این حال اونها تیمی زبده رو آماده کردن برای روز دوم این جلسه استماع. اما همونجوری که گفتم حامیان فلسطین ازش استقبال کردن، استقبال حماس ازش استقبال کرد، سخنگوی حماس گفته که ما این رو پیگیری کردیم و این طرح اتهام رو به وضوح معلومه که در صحبتاش که خوشایندش بوده. آفریقای جنوبی هیئت قضاتش که مورد اتهام قرار گرفتن و از سوی اسرائیلی‌ها به عنوان بازوی اجرای قضایی حماس خونده شدن، گفتن که اونها پرونده‌ای که آوردن پر از مستندات پرونده میتونه متقاعد کننده باشه برای جامعه بین المللی و گفتن که رد کردن که بخوان بازوی یا سخنگوی حماس باشن و اونها گفتن که فقط مطالبات مردم فلسطین رو ارائه میکنن. یه توضیح دیگه هم بدم، درسته که این واکنش بین المللی رو در پیداشه همونجا خارج از سطح دادگاه هم صحنه دادگاه هم ما شاهد این بودیم که واکنش اونجا ادامه دار بود، بیرون این دعوای حقوقی به بیرون هم کشیده شده بود. با مصدق پارسا همکارمون که صحبت می‌کردم میگفتش که حامیان فلسطینی و حامیان اسرائیل اونجا در خیابون حضور پررنگ داشتن، حضوری که کمترنش هم نبوده. یا پلیس سعی می‌کرد که هر دو گروه رو از هم دیگه کمی با فاصله قرار بده. می‌دونیم که فردا که روز دوم هست قرار است که قضات حامی اسرائیل در واقع در این دادگاه حضور پیدا بکنه. اون چیزی که مطرح شده اینجا یک اتهام بسیار پررنگ نسل کشی که تعریف سادهش اینه که تلاش برای حذف فیزیکی بخش یا گروهی از مردم یک سرزمین به خاطر نژادشون یا قومیتشون، و این ادعایی که آفریقای جنوبی مطرح کرده و گفته که این اراده وجود داشته، اقداماتی هم علیهش وجود داشته. مطمئناً اسرائیل که این رو رد کرده و بی اساس خونده، مطمئناً مستندات خودشون رو ارائه میدن. همونجوری هم که گفتیم آفریقای جنوبی اونها هم گروهی زبده از قضات رو داشتن که اونها میگن که اون چیزی که ارائه کردن متقاعد کننده است. به هر حال این دعوای حقوقی ادامه دار خواهد بود. حکم انتظار نمیره که امروز یا فردا صادر بشه. حکم نهایی که کیفری نخواهد بود، الزام آور خواهد بود، اما ضمانت اجرایی نخواهد داشت. ممکن چند سال طول بکشه. یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که اگر دادگاه این پرونده رو شروع کنه به بررسی کردن، در صلاحیت خودش ببینه، ممکنه بخواد تمهیدات موقتی رو اعمال کنه که از جمله اونها میشه این باشه که از اسرائیل بخواد آتش بس کنه، یا اینکه از اسرائیل بخواد با یک مثلا مکانیزم حقیقت یاب همکاری کنه، و این میتونه شکل درگیری ها رو در غزه تغییر بده. به هر حال اسرائیل بخشی از جامعه بین المللی و مطمئنا به همچین دادگاهی با این اعتبار حیثیت بین المللی حتما احترام میگذاره، حتی اگه رد کنه تمام ادعاهایی که الان آفریقای جنوبی کرده. اتوزیت ممنونم بردی افشینم که اینجا در استودیو ما را همراهی می‌کردیم.